و در افغانستان نیروهای اطلاف به رهبری امریکا در پاسخ به حمله سالانه طالبان در بهار با حملات هلیکوپتری منطقه مرزی کلیدی را هدف قرار دادند. این منطقه مدت هاست به عنوان پایگاه شپ نظامیان مورد استفاده قرار گرفته است. چتربازان لشکر هوابرد 101 ارتش آمریکا به ناحیه دورافتاده در ولایت شرقی پکتیکا در مرز پاکستان پرواز می کنند. ده سال بعد از حمله آمریکا به افغانستان، ناحیه برمل برای ایجاد امنیت توسط نیروهای ناتو در افغانستان منطقه کلیدی محسوب می شود. طالبان هر سال بعد از گذراندن زمستان در آن طرف مرز در پاکستان، در فصل بهار حملات جدیدی را شروع می کنند. امسال پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امیدوار است با هزاران نیروی کمکی در مسیر طالبان خصوصاً در برمل و دیگر مناطق مرزی این حملات را متوقف کند. عملیات برمل با گشت اکتشافی چتربازان لشکر هوابرد 101 به فرماندهی کریس تنر آغاز شد. این یک عملیات اکتشافی استاندارد در شمال برمل و در یک مسیر تاریخی نفوذ از پاکستانه. مسیر به سختی قابل دسترسه. ما میریم مسیر رو بررسی کنیم و برای عملیات آینده آمادهش کنیم. در برمل چتربازان ساعتها مشغولند تا نیروهای مشکوک به طالبان را ردیابی و پایگاه های نبردشان را شناسایی کنند طالبان موشک های پراکنده شلیک می کنند و نیروهای آمریکایی با خمپاره جواب می دهند. این گشت دو روزه بدون تلفات به پایان می رسد. عملیات برمل تنر را امیدوار کرده است. ما مورد حمله خونپارهی زیادی قرار میگیریم اگر بتونیم این حملات رو کم کنیم همینطور مواد سازنده بمب دستساز رو که مرتب از مرز افغانستان میشه اگر بتونیم اینا رو کنترل کنیم تاثیر زیادی در فعالیت های شبه نظامیان در تمام منطقه میذاره اما مشکل بزرگتر این است که آیا ناتو میتواند به این حملات ادامه دهد در حالی که قرار است آمریکا در ماه ژوئیه بخشی از 100 هزار نیرویش را از افغانستان خارج کند گزارش دیوید اکس صدای آمریکا پکتیکا